کلن دیگه از هر مردی ماشینی میدرسی من که به ایچ اونوار رضایت نمیدم چون تاوان این ترسی که دو وجودم همه باید بس بده. این آقا همینی که عقب به عنوان مسافر این ایشون عقب نشسته بود. طلب بخشش اوایل آذر ماه امسال با مراجعه زنانی که تومه مردان شیاط قرار گرفته بودند، رسیدگی به شکایت‌های سریالی زنان جوان تهرانی در دستور کار ماموران اداره 4 پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. زنان جوان در ادعاهای مشابه اظهار داشتند حوالی سرای تهران پارس قصد عزیمت به سرای افسریه داشتند که تومه سارقان آدمربا قرار گرفتند. متهم گفت حدود 10 قبل برای کار به تهران آمدم و در یک رستوران مشغول کار شدم. کارم خوب بود و نمیدانم چرا وسوسه شدم و دست به سرقت زدم. همه ماجرا از زمانی آغاز شد که یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد که در پوشش مسافرکش از زنان سرقت کنیم. شاکیان در طرح شکایت خود گفتند متهمان 2 بودند که متهم دستگیر شده روی صندلی عقب می نشست. بعد از طی مسافتی از مسیر اصلی منحرف شده و سر ما را زیر صندلی می برد و با تهدید غمه می خواست که پول و طلاها و گوشی ما را به او بدهیم. بعد با فحاشی و کتک ما را به بیرون پرتاب می کرد. اما قبل از این کار یکی از آنها روی پلاک خود روی یک کاغذ می چسباند که نتوانیم شما را پلاک را برداریم. اکثر شاکیان در مسیر بازگشت از محل کار تومه متهمان قرار گرفتند و در حال حاضر آسیب روحی و روانی شدیدی از این حادثه به آنها وارد شده است. یکی از آنها می گفت تأثیر روحی این حادثه به حدی است که ما دیگر از سایه خودمان هم می ترسیم. بنابر این گزارش همدست متهم متواری و تحت تعقیب ماموران پلیس است. این متهم برای تحقیقات بیشتر و پیدا شدن همدستش در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار دارد. خب آقا به اتهام چند فقره زورگیری از خانوما دستگیر شدی. راجب شیوه و شگردت توضیح بده. شیوه و شگرد نبود. خریت بود. آقا چی شد که اصلا به فکر این کار افتادی؟ اصلا نمیدونم. کارمو داشتم، شغلمو داشتم. زندگیمو داشتم، همه چیم خوب بود. نمیدونم چرا چنین کاری کردم. چند سالته؟ 27. شغلت چی بود؟ آشپز بودم. کجا؟ توی غذا آماده. خب چی شد؟ این فکر از کجا اومد توی سرت؟ چجوری به این نتیجه رسیدی که این کار انجام بدی؟ فکر من نبود. یه کمکی داشتیم توی همون رستوران؟ بله. که اون یکی 2 باری گفت بیا بریم و اینا که تمام. خودش قبلا این کار انجام داده بود؟ نمیدونم در جریان کارش نبودم من. خب به چه شیوه از این خانوما سرقت میکردی؟ کنار خیابون به عنوان مسافر کردی خواهی میزد سوار میکرد و ازشون مدارکشون کارتششون رو میگرفت گوشی کارت. با تهدید چاقو؟ مثلا تأثیرم زیاد داده نبود چون این گرفتشون خودشون همه چشون رو میداده. چرا فقط خانوما؟ تو توی بیش از 30 با این همدستت همکاری کردی، چطور ممکنه که ندونی؟ هیچ وقت ازش نپرسیدی؟ نه. تو راننده بودی؟ بله. ماشین مال تو بود؟ بله. توی این مدتی که این سرقت ها رو انجام دادین چقدر تونستی پول به دست بیاری؟ زیر 50 تومان. الان تو فرض کن که جای برادر این خانومایی، جای پدرشون، همسرشون. بله. دوست داری چه برخوردی با کسی که یه همچین کاری بکنه با خانواده تو بشه؟ سخته. طلب بخشش. خب خانم تومه سرقت این آقا شدی، کجا سوار ماشین شدی؟
از سر کار داشتم میادم سر سرا تهران پارک، تاکسی های نیروی هوایی میخواستم سوار شم. بعد تا سوار شدم اولین آقا گفتش که راننده بیرون وایساده بود، یه نفرم عقب نشسته بود به پنجره تکیه داده بود. یه آقا درسته، هم راننده هم یه مسافرم به عنوان مسافر عقب نشسته بود. تا من در جلو رو باز کردم گفت صندلی جلو خراب، خانم عقب بشین. من عجله داشتم در عقب باز کردم. تا این دوراهی خیلی اولش یعنی در افسری شروع بود، از سرا دوران رفت، یعنی یه ذره وارد تاریکی شد، سر اومد جلو، دست انداخت کردن من، همون لحظه من احساس کردم که دیگه بیوشم میکنه، دیگه امیدی همون لحظه نداشتم. سلامو کرد تا این گفت کاری ندارم، فقط هرچی داری بده. انگوشتمو کشید، چاقو هم رو گردنم بود، یعنی اصلا یه بازی روانی با ما میکرد که اصلا نمیدونستم چی کار کنی. گفت رمز اگه اشتباه باشه تا شمال میبرم. کلن دیگه از هر مردی ما یه چی میمیزرسیم. وقتی سوار شدم بعد مسیر رو تغییر مسیر دادن و اومدن یهو از سمت یهو از کنایه زره با من فاصله شون بدن، چسبیدن به من، دستشو انداختن گردنم و منو فشار دادن، گفتن هیچ چی نگو صداتم در نهایه، فقط هر چی داری به هم بده. منم کیفمو همونجوری دادم بهشون، فقط التماس میگردم که با خودم کاری نداشته باشن. یه دستگاه کارت خون داشتن، دستگاه پوز داشتن، همونجا دیگه همسه کارتامو ازم گرفتن. من دیگه گوشی ساعتم کردم بند و دست بندم، همه اینا رو در آوردن و دست کردن. چقدر بود ارزش اموالی که از شما سرقت کردن؟ چیزی که ازم رفته بود حدود 80 میلیون تومانه. من که به شما رضایت نمیدم، چون تاوان این ترسی که دو وجودم باید بس بده. خانواده همون همین اذیت شدن دور. من زنگ زدم، یعنی خواهرم نمیتونست اصلا بیاد دنبال من، اسم موتوری گرفته بود که فقط چون انقدر حالش بد بود که نمیتونست خودش رانندگی کنه. هر شب دارم خواب میبینم، بس میبینم که چند نفر منو گرفتن خفتم کردن. این آورد که اصلا تو کسی از بیرون نبینه، یعنی اول سرمو کردم بعد دستم من لبه صندلی گذاشتم، دستمو گرفت آورد پایین که اصلا کسی من بعد بیرون نبینه. تو اون هم اول روشنایی تازهشون فرمون کرد پایین. شما چند سالتونه؟ 22. چه ساعتی سوار ماشین شدی؟ 10 شب. کجا میرفتی؟ خواستم از تهران پارس تا تهران پارس من از سمت افسریه که دیگه منو دهنمو گرفتم وقتی سوار شدم بردنم سمت سرخسار. اون شب عجله داشتم با خطی نرفتم، این گذریه سوار شدم دیگه تا سوار شدم دهنمو گرفتم. بعد به منم گفته بود پول بیمارستانو داداش هم میخوام در بیارم. این آقا همینی که عقب به عنوان مسافر این عقب نشسته بودم، چه حرف زشتی هم بهمون زد. اینقدر استرس داریم، اینقدر ترس داریم، با ترس میریم سر کارو میایم. خدا شاهد از ساعت 6 صبح میرم که سوار سرویس بشم، سر کوچه ماشین پارک کرد. من فکر کردم میخواد پیاده شه منو بگیره، نگو میخواستن آشغال خالی کنه تو آشغالی. یه جوری داد میزدم فرار میکردم که نگم برات تو چه حالی بودم. تمام بدنم داشت میلرزید، مردم داد میزد میگفت دیوانه ای روانی. ما اصلا ترس اون دیگه نمیتونیم. من همین الانشم که داشتم همینجا الان میومدم اینجا برای اینکه حالا بیام اینجا برای بازشناسایی، همین الان تو خیابونی که داشتم میومدم یه آقایی پشت من بود. من انقدر استرس داشتم که همش عقبم نگاه میکنم. دقیقا همین شکلی شد، اصلا ترس افتاده به وجود ما. شما چند ساله که؟ 30 سال. قبل اینکه پیاده شیم کلا چوران خود راننده کاغذ می‌برید به اندازه پلاک، بعد موقعی که نگه داشت قبلش راننده رفت پلاک و بست، بعد منو پیاده کردن. ممنون از شما دوستان عزیز که تا پایان این داستان تلخ با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو در زیر همین ویدیو با هم به اشتراک بذارید. تا روایت پرونده جنایی دیگر، خدا نگهدار.